سلام و خوش اومدیم به یک ویدیوی جدید. توی این ویدیو داستان از این قراره که ما یه تیم گرفتیم و توش همه بازیکنان مسلمان داخل دنیا رو تقریبا بردیم داخلش و اون تیم شده تیم مسلمان ها که اون تیم ما هستیم. توش 11 تا بازیکن مسلمان فیکس هستش و 11 تا هم تعویضی مسلمان ها هستن و قراره که این تیم مسلمان ها با 10 تا از برترین تیم های جهان بازی کنن که این 10 تا از تیم های برتر جهان میرن داخل گردونه شانس و بینشون قرعه کشی میکنیم و ببینیم که کدوم تیم هستش که قراره با بازیکن های مسلمان بازی کنه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد، حتما لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه، اینستاگرام هم فالو بکنید که سریعتر برسیم به 20K. و در آخر بریم سراغ ویدیو. خب آقا، این گردونه شانس اول از همه ما میخوایم قرعه کشی کنیم. ما قبلش بهتون بگم که بازیکن های مثل بنزما، صلاح یا همه بازیکن های مسلمان که اومدن توی تیم مسلمون ها، اینها دیگه توی تیم واقعیشون نیستن. مثلا بنزما رو من آوردم توی تیم مسلمون ها، دیگه توی رئال نیست. مثلا اینو در نظر داشته باشین. بریم تو را قرار که چی بزنیم ضربه رو ببینیم که کدوم تیم قراره با ما بازی کنه. لیورپول، چلسی، رئال مادرید. رئال مادرید افتاد و قراره که تیم مسلمان های جهان با رئال مادرید بازی کنه و ببینیم که برنده این بازی چه کسی خواهد بود. خب آقا، من اومدم بازیکنای مسلمان آوردم توی تیم السد، گفتم حالا شاید که اسمش عربیه ربطی داشته باشه به مسلمان ها، حالا نمیدونم ربط داره یا نداره، الکی ما آوردیمش یا نه، دیگه آوردمش تو السد دیگه. و چون لباس های سفید دارم مثل لباس های حجه، گفتم میگم باحالتر میشه. تیم روبرومون تیم رئال بودش اگه اشتباه نکنم. آره رئال رو میگیریم ما، اما اینو باید در نظر داشته باشین که کریم بنزما توش نیستش و تیم ما هم که الان میریم با هم دیگه میبینیم گیم پلن رو نگاه میکنیم. هاندانوویچ و نمیدونم دیگه آبیدال و بنتیه و دیگه همه بازیکن ها، کانته، پوگبا، چالهانوغلو و صلاح، هنری هم حالا من آوردم، هنری هم بهش بازی میگن، هازارد هم آوردیم، بنزما هم آوردیم. همه اینها بازیکن‌های مسلمان توی فوتبال هستن، یعنی خودتون اگه یه تحقیق بکنید راجبش متوجه میشید. حالا این یکی هم دیگه دروازه‌بان خود السد بود، گفتیم به درک تو هم باش. این یکی هم هست آقا، مثلا عثمان دمبله، مانع، اکرم عفیف هم بودش، همینجوری گذاشتیمش. محرز هستش، الشراوی و دیگه من چه چند تاشون هم نمیشناختم آوردم، مثلا اینو نمیشناختم آوردم، مثلا ژاکارو میشناختم، قندوقان هم هستش و سخو هم هستش و فلینی هم هستش. دیگه 11 تا داخل ترکیب و 11 تا تعویضی گذاشتیم و ترکیب اینجوریه. آقا اصلا من خدایی فکرشون نمی کردم کانته مسلمون باشه، یعنی همه رو فکرشون رو می کردم، من کانته رو فکر نمی کردم دیگه. اینقدر واسم عجیب بودش، می خواستم بچینم اینو، خیلی واسم عجیب بود. آقا ما ترکیب رو چیندیم، حالا می خوام برم جنرال ستینگ رو بذارم روی لجند. به خدا آقا، من میذارم روی حالت لجند، ولی دیگه شما هی میایین میگین که نمیدونم نمیذاری روی حالت لجند، تیمو دستکاری میکنی. وقتی اول بازی میذاری روی حالت لجند دیگه نمیتونی دست بزنی، این رو متوجه باشین. الان من گذاشتم آقا روی حالت لجند، اینا هم دوتا جونو گذاشتم انگلشون رو به بالا باشه که دیگه عدالت برقرار بشه. دیگه من نمیدونم چیکار کنم عدالت برقرار بشه. این از این. شما پیش بینی کنین که این بازی چند میشه، آیا تیم مسلمان ها میتونه تیم رئال مادرید رو با 13 تا چمپیونز لیگ شکست بده یا نه. اگر این کار رو بکنه یعنی مسلمان ها هستن که دنیا رو دارن اداره میکنن. پیشبینی من اینه که ما بتونیم 3-1 اینا رو ببریم، اما پیشبینی شما چیه داخل کامنت بنویسین که این بازی چند میشه، به نفع کی؟ بله بازی شروع شد در ورزشگاه آلیانز آرنا، البته ربطی به السد و رئال مادرید نداره، ولی من همینجوری گفتم آلیانز آرنا رو انتخاب کنیم. بله بازیکن‌های مسلمون، کانته، پوگبا، همه بازیکن‌های مسلمون، خدایی خیلی حال میده. من این رو گذاشتم که شما بدونید فقط PS بازی کردنش نیست که شما همینجوری می این دو تا تیم انتخاب می‌کنید بازی می‌کنید، کلی ترفند می‌تونید بزنید که قشنگ حال می‌کنید تو بازی. اینم ترکیب مسلمون‌ها هستش که قشنگ ترکیبمون، البته سه دفاعه است، من سه دفاعه بلد نیستم بازی کنم چون دفاعمون کم بود، مجبور شدم سه دفاعش کنم دیگه. خلاصه بله بازی شروع میشه، کریم بنزما پاس میده، انگولو کانته، همون اول توپ خراب میشه، حالا از این سمت اصل نفوذ دارن، میخوان بگیرن ما. ببین کانته خیلی، یعنی واقعا بازیش حرف نداره. بیا اول فصل ماشاءالله آبیدال پاس میده به اوغلو، حالا اونجا پاس میده کانته، کانته خودش پاس میده به اونور، حالا میبرن رو به جلو،
هنری هنری کیه؟ میرسونی به بنزما، بنزما نمیرسه بهش، دپو داره خالی میشه، حواس اومد جمع باشه. حالا از اون سمت میرسونی به عمرتر مدریش بسن، ما یکم میگشیم جلوتر، خود کانته پاس میده، باید حرکت بکنه، وضعیت بسیار وخیمه. اما شالا اما شالا را بنداز لب خط، میرم واسه سانت کردن، حالا یک سانت روی دروازه، ضربه سر داده نمیشه، پوک با میاد چوتو میزنه، بود با سانت میکنه رو دروازه سلو، بودو 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 سلا، اوه 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 اوه. حالا از اون سمت بنزما رو باید را بندازن، بنزما هازارد رو میخواد را بندازه، هازارد اونشو بیرون دیگه احمق. ماشاءالله برسون به سلا، سلا پاس میده، خودش حرکت کرده، خود پوگبا از اون سمت پاسکاری میکنن، حالا از اون سمت ادن هازارد پاس میده، میرسونه به هنری هانری، ای لعنتی من اسم اینو قشنگ یاد نگرفتم. خطا 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 هم نمیگیره داور، عجب آدمی هستی. به نتیه پاس میده، از اون سمت میرسونم به ادن هازارد، ادن هازارد پاس میده، خود هازارد چه وضع شوقو؟ یو ابل فضل، یو ابل فضل، یو ابل فضل. این مکس میکنه خیلی خطرناک میشه. صلاح 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 ماشاءالله صلاح، برسون به ادن هازارد. اما ماشاءالله برو ببینیم بابا گل. اما شالا لب خط بنداز بابا، لب خط. وای وای وای، گند زدم گند زدم گند زدم، ماشالا دروازه بان. این ما باید پرس کنیم، ما باید پرس کنیم. ماشالا صلاح پاسشو میده بنزما، حالا یک سانتر از بنزما، ادن هازارد. وای خدا، چجوری میشه واقعا این گل، این توپ گل نشه؟ من در عجبم که این ضربه سر رو زد، بعد خورد به اون اسکوربورد، چیه اون LED عقب، مگه میشه اصلا گل نشه این توپ؟ بگیریم بریم، بگیریم بریم، بیا برو هازارد برو. اما شالا ادن هازارد، ادن هازارد حرکت کرده، ادن هازارد پاس میده و توی دروازه. هنری گل میزنه، هنری هنری نفهمیدیم آخر اسمشو، ماشاءالله شادی گل، ترور شخصیت کرد قشنگ رئال مادرید رو، خدا وکیلی خیلی قشنگ بود گلمون، اصلا این گلها خوراک منه، خدا وکیلی حال کردی گلو، اصلا گل چرت و پرتی بود، یعنی چی حال کردی؟ که چی مثلا یه توپ افتاد زیر پاد رفتی گل زدی، انقدر ادوسو نره بزن اسکیپ. حالا اونجا مانه پاس میده، خود مانه، بنزما، حالا هازارد، حالا مانه شوتش رو میکنه، مانه پوگبا سان میکنه رو دروازه، میتونن ضربه سر رو بزنن که زده نمیشه از اون سمت، حالا میام واسه سانت، یک سانت قشنگ روی سر مانه نمیشینه. حالا محرز پاسشو میده بیرون، ببینم کدوم پاسی، یک اردوی قشنگ گلو نمیخوره متاسفانه. ادن هازارد پاس میده از اون سمت، پاس میدم به اون سمت، حالا اونجا حرکت میکنه بنزما، بیه بیرون بیه بیرون، واقعا داری اصلا من خود میکنی در کسی از ثانیه مگه میشه آفساید گرفت؟ ببین من یکمی احساسم اینه که ما قرار گلو بخوریم، بده بره بده بره، تمام است بازی. ببین یه تحقیرم بکنم شما اینجا رو، اینجا رو نکن، نه نه نگاه نکن، بزن بره، ماشاءالله بر شما، یک بر هیچ، ما چون میبرن مسلمان های با تعصب و غیرت. در کل امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و لذت برده باشین، اگرچه ما کم گل زدیم اما سمتیاز بازی رو گرفتیم و این معلوم شد که مسلمان ها هستن که در دنیا حرف اولو میزنن. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه، حتما لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشین، اینستاگرام هم فالو بکنید که سریعتر برسیم به 20K و فعلا تا ویدیوهای بعدی.